پاتاگونیا، نامی که شاید تا به حال به گوشتان نخورده باشد. سرزمینی بکر در پایین ترین بخش قاره آمریکای جنوبی، جایی که به آخر دنیا معروف است. منطقه زیبا بین آرژانتین و شیلی با محیط زیستی منحصر به فرد که معمولا مقصد گردشگران خارجی است. اما حالا چند سالی است که خبرهای عجیبی از این سرزمین به گوش می رسد. صهیونیست های ثروتمند که بیشتر در اروپا و آمریکا پراکندند دست به خرید املاک بزرگی در این منطقه زدند. پول های هنگفتی که آنها خرج می کنند باعث شده خیلی ها بپرسند آیا قرار است ماجرای 80 سال پیش فلسطین دوباره تکرار شود؟ پاتاگونیا بسیار بزرگتر از سرزمین های اشغالی فلسطین است، چیزی حدود 45 برابر، اما جمعیتش فقط 2 میلیون نفر است، یعنی کمتر از 1/4 جمعیت فعلی فلسطین. این منطقه 900 هزار کیلومتر مربعی البته مزیت های دیگه ای هم داره، از جمله این که از نظر زیست محیطی و دسترسی به منابع طبیعی منطقه ای برخوردار است و از همه مهمتر این که زمین هایش خیلی ارزان هستند. اما چه چیزی باعث شده که بعضی فعالان سیاسی و رسانه‌های آرژانتینی به تحرکات صهیونیست‌ها در این منطقه حساس شوند؟ ماجرا به حدود 140 سال پیش برمی‌گردد، زمانی که ایده تشکیل سرزمین مستقل یهودی‌ها پا گرفت. در آن زمان مناطق متعددی برای اسکان یهودیان پیشنهاد شده بود که با استقبال برخی یهودیان ثروتمند و سیاستمداران هم مواجه بود. این مناطق در کشورهای مختلفی قرار داشت: ایتالیا، ژاپن، شوروی، ماداگاسکار، گویان، قبرس، شرق آفریقا، شمال آمریکا یا حتی محدوده‌ای در ایالت نیویورک. اما اغلب این طرح‌ها در حد یک پیشنهاد باقی ماند. سرانجام در نخستین کنگره صهیونیسم در بازل سوئیس در سال 1897 فقط 3 پیشنهاد روی میز قرار گرفت: تشکیل دولت یهودی در اوگاندا، آرژانتین یا فلسطین. اوگاندا را دولت بریتانیا پیشنهاد داده بود و آرژانتین را تئودور هرتزل، بنیانگذار مکتب صهیونیسم، چرا که از سال 1800 میلادی یهودیان زیادی به آرژانتین مهاجرت کرده بودند، ولی در نهایت فلسطین رأی آورد. همان موقع نیز برخی مخالف این پیشنهاد بودند، چرا که تشکیل یک دولت جدید در سرزمینی که حاکمیت ملی و تاریخی دارد و علاوه بر آن اغلب ساکنانش مسلمان هستند از نظر حقوقی و قومیتی مشکل ساز می شد. اما در نهایت فلسطین اشغال شد. شاید همان پیشبینی درباره بحرانی شدن فلسطین بود که موجب میشد ثروتمندان صهیونیست هیچگاه پیشنهاد بنیانگذار مکتبشان را فراموش نکنند و همواره گوشه چشمی به آرژانتین هم داشته باشند. موضوعی که از نگاه فعالان سیاسی هم دور نمانده، تجربه خرید مسالمت‌آمیز بخشی از زمین‌ها با پول و سپس اشغال بقیه سرزمین با اسلحه چشم و گوش خیلی ها را باز کرده. آنها معتقدند رژیم صهیونیستی از طریق عوامل خود و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا اراضی پاتاگونیا را می‌خرد. عجیب‌تر این که مناطق مسکونی پاتاگونیا پر از توریست‌های اسرائیلی است که بعضی مردم محلی معتقدند آنها در حقیقت سربازان اسرائیلی هستند که برای ارزیابی منطقه آمدند. حتی برخی مقامات رسمی و دولت مردان آرژانتینی و شیلیایی هم به این روند اعتراض کردند. روزنامه هارتس اسرائیل در گزارشی در دسامبر 2013 به این موضوع اعتراف کرده و از قول اوگینو توما، سناتور شیلیایی می‌نویسد: اسرائیل به دنبال آن است که از پاتاگونیا به عنوان پناهگاهی برای یهودیان استفاده کند. دولت شیلی نمی‌تواند نسبت به اتفاقاتی که در پوشش توریسم رخ می‌دهد بی‌اعتنا باشد، چرا که هزاران نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل به طور مستمر از پاتاگونیا بازدید می‌کنند. میلیاردرهای یهودی نیز در پاتاگونیا بسیار مشهورند. فقط یکی از آنها جوزف لوئیس، ثروتمند انگلیسی است که در پاتاگونیا یک ملک بسیار بزرگ با مساحت چند برابر سرزمین‌های اشغالی دارد. نام او به دلیل یک دعوای حقوقی برای مالکیت دریاچه‌ای که اراضی شخصیش آن را احاطه کرده است بر سر زبان‌ها افتاد. ماجرا از این قرار بود که لوئیس مسیر دسترسی عمومی به دریاچه را بست و این موضوع نارضایتی و خشم ساکنان بومی را برانگیخت. او به تازگی بخش بزرگ دیگری از اراضی پاتاگونیا را خریده و می‌خواهد در آن ساخت و ساز کند. این ملک به دلیل وسعت اراضی و بزرگی عملیات ساخت و ساز به دولت خصوصی پاتاگونیا مشهور شده است.
در سال 2017 نیز ساکنان منطقه البولسون آرژانتین نسبت به تحرکات مشکوک صهیونیست‌ها در منطقهشان اعتراضاتی برپا کردند. البته رسانه‌های غربی درباره وقایع پاتاگونیا سکوت می‌کنند و درباره برنامه صهیونیست‌ها برای خرید اراضی این منطقه که به برنامه اندینیا مشهور است سخنی نمی‌گویند. اما اعتراض بومیان پاتاگونیا به حضور مشکوک اسرائیلی‌ها و درگیری با آنها گاهی چنان خبرساز می‌شود که رسانه‌های جریان اصلی نیز نمی‌توانند از آن چشم پوشی کنند. مثلا روزنامه گاردین در سال 2015 گزارش مفصلی در این باره منتشر کرد. با اتفاقاتی که در سالهای اخیر رخ داده، دیگر کسی شک ندارد در پاتاگونیا خبرهایی هست. شاید روزنامه لاناسیون آرژانتین در سال 2003 درست پیشبینی کرده بود که شکی نیست که اسرائیلی ها در سراسر پاتاگونیا حضور دارند و در آینده یک اسرائیل جدید میتواند بین آرژانتین و شیلی تأسیس شود.